صبر پیشه کنید که خداوند با صابران است. صبر از آن کسانی است که طالب زندگی اند و با صبر میخواهند مصائب را تحمل کنند. ولی من بعد از شما جز مرگ آرزویی ندارم. ولی شما بعد از من وظایف بزرگتری به عهده دارید. پیروی و ادامه راه من و سرپرستی از دختر من. راه شما مرگ است که من نیز برخواهم گزید. راه ما راه خداست. ما خدا را برگزیدیم. تو نیز این چنین کن. به همراه بانو هلن شاید سنگینی باری رسالت را سهل‌تر تحمل کنی. میخواهم فردا همراه شما باشم. میخواهی یک تن دیگر به کشته های فردا بیفزایی؟ من میخواهم با شما باشم، فقط همین. همه ما با خداییم. با او که باشی با من. کلودیا بنشین. میخواهم خوب نگاهت کنم. شاید پس از این فرصت دیدار دوباره دست ندهد. مگر چی شده؟ تو را این همه خوشحال ندیده بودم. تو به حال دلیلی برای خوشحالی نداشتم. اما امشب شب موعود است، شبی که سکوت را خواهم شکست. شمشیر برای چی؟ آن را سیغل دادم. خب شاید به کار آید. در میهمانی امپراتور به کار آید؟ فردا مگر شما به قصر امپراتور نمی روید؟ چرا؟ نکند قصد دارید؟ نه هنوز نمیدانم چه قصدی دارم. فقط میدانم که روز بزرگی است. امشب شب خدا است، شب یگانه پرستی، شب بت شکنی، بت امپراتور و خدایان. و فردا روز جدایی، روز مرگ و پایان زندگی ماست. هر آنچه که خداوند اراده کند همان خواهد شد. و تقاضای من از تو این است که در برابر مشیت او صبور باشی. عمر زندگی مشترک ما چه کوتاه. آره کوتاه، ولی ارزشمند. اگر برای من اتفاقی افتاد به خانه ماکسیمیلیان برو. هلن به تو تسکین میدهد. یعنی بعد از تو تسلی و تسکین ممکن است؟ چرا ممکن نیست؟ خدا بهترین تسکین دهنده است. ما برای خدا کشته می شویم و شما هم در راه خدا تحمل کنید. این آخرین فرصت است.
شاید از این پس مجال نیابیم بار دیگر نقشه خود را مرور کنیم. باید آماده باشیم و در لحظه مناسب کار را تمام کنیم. شما فکر میکنید فردا برای اجرای هدفی که داریم روز مناسبی است؟ من احساس میکنم یاری خداوند نزدیک است. باید به وضع موجود پایان داد. در کوه مقدس من صدا بلند کنید، زیرا روز خداوند نزدیک است. یعنی فردا باید برای خدا فریاد بزنی؟ به تعبیر دیگر باید مرگ را برگزینی. نه، من زندگی را برمیگزینم و از مرکب مرگ برای مبارزه با خدایان دروغین و رسیدن به خداوند یکتا استفاده میکنم. به گمان شما این اقدام ما ظلم را پایان میدهد؟ شاید هم پایان ندهد. از وقتی که بوده ایم و از پدرانمان شنیده ایم این ظلم بوده، اما سوال این است که چرا ما باید با ظلم همراه شویم تا دیگران ما را ستمکار قلمداد کنند؟ درست یا غلط، بسیاری از مردم این شهر و بسیاری آشنایان ما در روم و دیگر نقاط ما را صاحب رأی و اندیشه میپندارند. امتناع ما از اظهار بندگی امپراتور و انکار خدایان بیشک همگان را به فکر وامی دارد. فکر نمی کنید که ما را نیز در زمره مسیحیانی که عیسی را پسر خدا می دانند خواهند کشت و کسی هم از عقیده ما با خبر نخواهد شد؟ همین مسیحیانی که تو میگویی هزار بار بهتر از بت پرستان هستند. نه، من اینطور فکر نمی کنم، بلکه مطمئنم مرگ ما باعث گسترش آیین ما شده و بت امپراتور را خواهد شکست. گمان نمی کنم در این دنیای تنگ و تار چیزی شیرین تر از مرگی وجود داشته باشد. گالوس، من آلی جنابان. جنابان را راهنمایی کن. اطاعت. تا فردا. خب، تا فردا. بدرود دانش. بدرود. تا فردا. بفرمایید. هنوز بیداری هلن؟ بیدارم و تعبیر خوابهایم را به چشم میبینم. دیر یا زود باید کاری میکردیم و این بهترین فرصت است. میخواهم در مجلس فردا من چهارمین نفر شما باشم. پس ارکمیت چه؟ خدای ارکمیت بزرگ است، بیشک از اون مراقبت خواهد کرد، به او می سپاریمش. شما و همسران تلمیخا و یوانیس باید مردم را آگاه کنید. من صلاح نمی دانم که در میهمانی فردا شرکت کنید. اگر شما هم کشته شوید پس چه کسی راه ما را ادامه دهد؟ من نمی دانم، فقط می دانم می خواهم با شما باشم. طوری صحبت میکنی که گویا دنیا به آخر رسیده است. آری، دنیای من آری. من جز شما کسی را ندارم. شما فکر میکنید که من میتوانم تحمل کنم؟ هلنی که من میشناسم میتوانم. میدانم میتوانم.
فکر میکنید جدا شدن برای من ساده است؟ نه، خدا میداند که تا کنون در این دنیا کسی را به اندازه شما دوست نداشتم. اما چه کنم، لحظه تصمیم فرا رسیده است و رابطه میان من و معبودم را همین تصمیم رقم خواهد زد و من یقین دارم اگر تصمیمی درست گرفته شود، خداوند هم ما را یاری کرده به شما صبر عنایت خواهد فرمود. آرام باش هلن، این گونه ارک میتم بیدار میشود. چه خبر است؟ چه شده بانو؟ خدای من کمکم کنید، او میخواهد ما را ترک کند. آرام باشید بانوی من، آرام باشید. او میخواهد برمد. خدایا کمک کن. پدر، مادر چرا گریه میکند؟ چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. او میخواهد برای همیشه ما را ترک کند. خدایا کمک کن، امید من به توست. به خدا قسم که ترس جان نیز نمیتواند مرا وادار به این ذلت کند. فردا بت امپراتور را خواهم شکست. چه زیباست کلام مولایم مسیح، بندگانی را پروریدم و پیشانیشان را بلند نمودم، لیکن ایشان مرا خار داشتند. پس زود است که انتقام کشم از آنان که بگویند من بیش از یک انسانم. برای مردم فیلادلفیا افتخار بزرگی است که خدایگان امپراتور هادریانوس را در شهر خود می‌بیند. در شروع جشن امروز که به افتخار عالی جناب و میهمانان ایشان برپا شده، همه جام‌های خود را به سلامتی ایشان می‌نوشیم.
بیش از نصف جهان متمدن امروز تحت استیلای خدایگان امپراتور هادریانوس است. تنها جوپیتر توانا می داند سرنوشت چند میلیون انسان در این جهان پهناور در دستان توانمند امپراتور عظیم الشأن ما قرار دارد. اگر نیم دیگر جهان نیز ارزش داشت، بیشک زمیمه امپراتوری روم شده بود. امروز از سرزمین گل تا آسیای صغیر و از شمال اروپا تا قلب آفریقا، همه از آن امپراتوری عظیم روم است که همه سر بندگی بر آستان امپراتوری پهناور خدایگان هادریانوس می سایند. امپراتور اجازه می فرمایند. در آن حصار تاریک تنهایی و غربت او را بیاریم فرستادی و نجاتم دادی. ای که ارادت فوق اراده است، همسرم را در پناه خودت حفظ فرما که جز او کسی را ندارم. آنچه اراده کنی تسلیم. اگر اراده تو بر این است که او را به نزد خود بخوانی، بخوان. اما عنایتی کرده مرا نیز با او ببر. مرا در تنهایی این دنیای پر از وحشت و ظلم تنها باقی مگذار. نه نه، نگاه کن ببین چه قوقای عجیبی در این جا حکم است.
امیدوارم امشب به بانو خوش گذشته باشه. من که حوصله‌ام سر رفته. مجلس به درازا کشید. مراسم چه شروع می شود دیوکلتیانوس؟ همینک جناب امپراتور. خدایان بزرگ و کوچک را سپاسگزاریم که این افتخار را نصیب ما گرداند تا به همراه همه اشراف زادگان و بزرگان فیلادلفیا در این لحظه تاریخی و به یاد ماندنی بار یافته بتوانیم مراتب بندگی و عبودیت خود را نسبت به امپراتور بزرگ خدایگان هادریانوس به جای آوریم. درست است که تنها امشب افتخار شرکت در مراسم اظهار بندگی به امپراتور نصیب ما شده است، اما همیشه و در همه جا همان گونه که جوپیتر، آپولون، جانوس، سیبل، دیانا، هرکول و دیگر خدایان را می‌پرستیم، همان گونه امپراتور هادریانوس خدایگان را نیز می‌پرستیم. درود بر امپراتور والا هادریانوس، خدای من، خدای مردم روم و خدای جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا. درود بر همه خدایان که امور جهان را تدبیر می کنند. اگر جناب امپراتور هادریانوس اجازه دهند، بزرگان و اشراف زادگان به عنوان نمایندگان مردم فیلادلفیا به ترتیب در برابر امپراتور عظیم الشأن سرزمین پهناور روم اظهار بندگی کنند. جناب فهسیو بروتوس، کاهن اعظم فیلادلفیا. بر خدایگان امپراتور هادریانوس، خدای من، خدای ملت روم و خدای مردم جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا و درود بر همه خدایانی که امور جهان را تدبیر می کنند. جناب مارکوس جولیوس، فرمانده لژیون فیلادلفیا و گارد ویژه. درود بر خدایگان امپراتور هادریانوس، خدای من، خدای مردم روم و خدای مردم جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا. درود بر همه خدایان که امور جهان را تدبیر می کنند. عالی جناب ماکسیمیلیانوس، مشاور اعظم. هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. هم.
بود؟ چه گفت؟ هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. خدای ابراهیم، خدای نوح، خدای موسی کلیم الله، خدای داوود و سلیمان، خدای عیسی و خدای آخرین پیامبر که ستوده است و جهان در انتظار اوست، خدایی که همه پیامبران را نسل خود برای هدایت مردم فرستاده است، خدایی که همه ستمگران را وعده دوزخ داده است و دوزخ بد وعدگاهی است بت پرستان را. تا کی میخواهید شاهد این یاوه‌گویی ها باشید؟ دستگیرش کنید. باشید بالای بزرگ جوپیتر قادر والا ماکس میلیانوس، چه میگویی؟ به زئوس قسم میدانستم، من خطر ماکسیمیلیانوس را بارها گوشزد کردم ولی کسی نشنید. او تنها نیست، ما نیز سخنان جناب ماکسیمیلیان را تصدیق میکنیم و به آنان ایمان داریم. ما خدایانی به نام جوپیتر، دیانا، هرکول، سیبل، آپولون، مارس، هادریانوس و یا هر نام دیگری را به خدایی نمیشناسیم. شما تا کی میخواهید بنشینید و شاهد این یاوه‌گویی ها باشید؟ آرام باش. آرام باشید. آرام باش. در برابر خداوندی که پناه‌ناپذیر است و ازلی و ابدی، با خدای دیگری نمیشناسیم. من عادت کردم در سه حالت تصمیم نگیرم: در خشم، در مستی و در حالت ترس. دیوکلتیانوس، چون نمیخواهی با آنها بپیوندی؟ من خب جناب بروتوس تو چطور؟ و یا جناب جولیوس، شرم نکنید بگویید. باید به آنان بپیوندیم. پس نقشه قتل امپراتور چه میشود؟ آنان امپراتور را کشتند، مگر بهتر از این میشد او را کشت؟ از شما کسی هست که آنان بپیوندد؟ بله، هنوز هستند، هنوز هستند کسانی که مایلند به آنان بپیوندند. هر آنچه که برادران ما گفتند ما نیز تصدیق میکنیم. امپراتور همچون همه ما یک انسان است، نه بیشتر. آیا عقل به شما میگوید که انسانی چون خودتان را پروردگار خود بپندارید و یا مجسمه های سیم و زر و سنگ آهن را بپرستید؟ خداوند ما را نه شریکیست و نه فرزند و نه در تدبیر امور عالم نیازمند کسی دیگر. اینان خدایان را به خشم می آورند. آنها کافر شده. خود فشن از نظر من سلیم است. این چه مسخره است دیوکلتیان؟ عالی جناب، این پسفتتان از طریقه نجبا و والاتبران و پدران خیش بیرون شده و به دین غلامان و کفاشان و نمدمالان در آمده اند. این را که خود ببینم، اینان در دربار تو چه میکنند؟ عالی جناب، این رستها از نجیب زادگان رومند، پدرانشان سالها با افتخار و بزرگی در سایه امپراتوری و عظمت سرزمین روم زیستند. حال خود می‌دانید عالی جناب، من نمی‌دانم چرا دیوانه شدند. دیوانه شمایید؟ دیوانه آنانی هم که از چوب آهن به شکل خود خدا می‌سازند و ستایشش می‌کنند. دیوانه شمایید که به جای آنکه خداوند را خالق خود بدانید، خود خدایتان را خلق می‌کنید و می‌پرستید. حال شما بگویید دیوانه کیست؟ شمایید شما، زیرا به پرستش خدایی پرداخته اید که نمیدانید چه شکلیست تا برایش تندیس درست کنید. گزنفون میگفت اگر رسمان و شیران و گاوان دست داشتند و میتوانستند نقاشی کنند، هر آینه خدایان را به صورت خود تصویر میکردند. از بس که حماقت امثال شما را دیده بود جناب بروتوس.
آیا مسخره تر از این سخنی هست که میگوین جوپیتر در این عالم وجود دارد و آپولون فرزند اوست؟ آیا ستمکار تر از شما کسی هست که این همه یاوه و سخنان بی اساس را به خورد مردم ساده لوح میدهید؟ جناب امپراتور، شما میگویید که امر ربوبیت مردم به شما تفویض شده. آیا قادرید خود را از خور خواب بی نیاز کرده یا از مرگتان پیشگیری کنید؟ کافیست! کافیست! دستگیرشان کنید! بکشیدشان! آنها را باید بسوزانید! نه، فقط دستگیرشان کنید! آنها نباید به این سادگی بمیرند! من آنها را زنده میخواهم! مرگ برای آنها کم است! برایشان نقشه هایی دارم! آره جناب! آره جناب! من آنها را وادار به توبه میکنم! قبلا جناب حاکم را از ماکسیمیلیانوس بیم داده بودم. خفه شو بلالی جنوب چطان جگه ها؟ در سوی زمین قصر ببالیدش. ما خود را برای مرد آماده کردیم، پس ما را از شکنجه و زندان نترسانید. بیایید. پس شما هم آره، ما به جناب ماکسیمیلیان مشکوک بودیم، اما به شما دو نفر نه. چه اتفاق خوبی، نمیدانم خوشحال باشم. باید خوشحال باشیم، هم دوستانی به خوبی شما یافته ایم و هم دوران ایمان مخفیانه پایان یافته. حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند زد. آری، این گفته عیسی مسیح است. امروز آیه ای از انجیل را تفسیر کردیم. هرچه تا کنون دیده ایم و شنیده ایم، اقتدار امپراتور بوده و بیچارگی مؤمنان. اما امروز ذلت امپراتور را به چشم دیدیم. دوستان، وعده خداوند نزدیک است. دیدید که کفار بت‌پرست
چگونه امروز در بهت و حیرت فرو رفته بودند و این نبود جز غلبه توحید بر شرک. آری فضاحت از این بدتر ممکن نیست. باید شدت عمل شما جمع را مرعوب قدرت امپراتور می کرد. حالان که نرمش شما آنها را جسورتر کرد. فرداست که از هر گوشه کسی سر به شورش بردارد. این نشان ضعف امپراتور است که چند جوان نادان تحریکش کنند و او را به خشم آورند. اگر شخصیت والای امپراتور را به تمسخر گرفته و در حضور جمع تحقیرش کنند، نشانه ضعف نیست؟ بانو شارون درست می‌فرمایند، اما برخورد نامناسب و حساب نشده نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن است آن را بغرنج‌تر کند. یک بلایی به سرشان بیاورم که تاریخ هیچگاه فراموش نکند. آنهایی که من دیدم جز مرگ نمیخواهند، حالان که مرگ میتواند از آنها قهرمان بسازد. همین امشب قبل از پخش این خبر همه را سربنیست کرده و قائله را ختم کنید. گویا چند صد مهمانی را که در جشن امروز حضور داشتند فراموش کرده ای. بیشک این خبر اینک در تمام شهر شایع شده. تنها راه خونسا کردن این توطئه توبه کردن آنهاست. همین امشب باید در حضور جمع اظهار پشیمانی کنند و در محضر امپراتور سجده کنند. اگر جز این شود فردا هر یک از آنان به قهرمانانی شکست ناپذیر مبدل خواهند شد. و فرداست که همه مردم آنها را چون بت بپرستند و آن وقت است که هزاران لشکر هم نمیتواند نقش مخرب آنها را از ذهن مردم پاک کند. بانوی من! بانوی من! بانو هلن! کجایید بانوی من؟ کجایید؟ بانوی من! بانو هلن کجایید؟ چه شده؟ بانو هلن بالاخره آنچه نباید بشود شد. جناب ماکسیمیلیان را دستگیر کرده. چگونه؟ نمیدانم، فقط میدانم آنها را گرفتم. البته سودینانوس، مارتینوس و دیناسیوس را هم گرفتند. کالسکی را حاضر کن. اطاعت. پیش پرین بمان. بمان بازم میگویم باید به سری بشان کشید. پناه بر خشم خدایم، این سرزمین زیبا. بانو هلن دختر آلیجان مراقب باشید. او بانو هلن است. پروتوس شما برو، شما برو با ایشان حرف بزن. برو
درود بر بانو هلن. پدرم کجاست؟ پوزش می طلبم. پدرتان جلسه مشاوره مهمی با امپراتور دارند. کسی را نمی پذیرند. می بینم که این افتضاح شما را همین وقت شب به اینجا کشانده است. همسرم کجاست؟ می خواهم او را ببینم. همسرتان را هم فعلا نمی توانید ملاقات کنید. می خواهم پدرم را ببینم. به شما توصیه می کنم تا مدتی از پدرتان فاصله بگیرید. او بسیار خشمگین است. به پدرم اطلاع دهید. من منتظر او هستم. جناب امپراتور، من آنان را به سزای اعمالشان خواهم رساند. خفه شو ابله. تا کنون هیچ امپراتوری چنین افتضاحی به خود ندیده بود. میدانی پیامد این امر چیست؟ جناب امپراتور، من به سهم خود قربانی این توطئه هستم. ظاهراً از دست آپولون هم کاری ساخته نشد. من پیش از تشریف فرمای شما قربانی مخصوص پیشکش کرده بودم، ولی بی ارزگی خود را توجیه می کنی. جولیوس تو را از دمادت بین داده بود. اولین کسی که با دستان خودم خواهم کشت ماکسیمیلیانوس است.